برای 70 زوج جوان در هرات از سوی یک نهاد خصوصی مراسم عروسی دست جمعی برگزار شد. مسئولان این نهاد هدف از برگزاری این مراسم را جلوگیری از هزینه های هنگفت عروسی عنوان می کنند. در کنار این مراسم برای هر زوج حدود 100 هزار افغانی جهیزیه نیز اعطا شد. 70 زوج جوانی که راهی خانه بختشان می شوند و زندگی مشترکشان را آغاز می کنند. مراسم عروسی این جوانان به حمایت مالی بنیاد خیریه حبیب یار راه اندازی شده است و برای هر کدام از این تازه دامادها در کنار برگزاری این مراسم حدود 100 هزار جهیزیه نیز اهدا می شود. دی به دی، قریه به قریه، بعد از خوراکشی به خاطر تثبیت و تشخیص مستحق بودن همه داماد، ما قریه به قریه میریم، از ملای پنج وقت، از خطیب مسجد جامع، از وکیل گذر، رئیس شورای مربوطه تحقیق میکنیم که آیا امیر برادر ما نمزاد داره چند سال، آیا امیر برادر ما مستحق هست یا نی. بعد از اینکه تصدیق از قریه و از علما انجام شد، بعدا انمی است که اینا رو باز دعوت میکنیم. مسئولان این نهاد میگویند که از طریق برگزاری این چنین مراسم های عروسی در تلاشند تا جلو و مصارف هنگفت را بگیرند و جوانانی که توانایی برگزاری عروسیشان را ندارند کمک کنند. تازه دامادان هم از آنچه که هزینه های زیاد مراسم های عروسی میگویند شکایت دارند. هر کدام از این تازه دامادان میگویند به دلیل مشکلات اقتصادی از چند سال به این سو نتوانستند مراسم عروسی خود را برگزار کنند. اگر فضا مثلا مساعد می بود، شخصا دیگه ضروری نبود که کشور ایران برم از حقیر بشم جلوی از این نیازو. ما تقریبا مدت یک و نیم سال میشه که نمزاد دار هستم، دیگه به خاطر بعضی مشکلات های اقتصادی نتوانستیم عروسی خور بکنیم. اگر هدف از ازدواج، اگر داماد به عنوان فرزند اینها بدانند و قبول کنند، این مشکلات ها و بار نمی آید که چندین سال طول بکشه. متاسفانه که پدر خانم ها که هستن داماد میچورن، کلا اقتصاد سوء اقتصاد میکنن، همه چیز از داماد میگیرن، در نتیجه داماد به مشکلات برمیخوره. در این حال عالمان دینی برگزاری این چنین مراسم ها رو اقدامی خداپسندانه میگویند و تاکید بر پایین آمدن هزینه های گزاف در محافل عروسی دارند. دین مبین اسلام در قسمت آسانگیری در امر ازدواج توصیه و سفارش بسیار جدی داره. نبی اکرم صلوات الله و سلام علیه می فرمایند که بهترین نکاح با برکت از لحاظ برکت نکاحی هست و ازدواجی هست که معونت و مشقت از او کمتر باشه، مشکلات از او کمتر باشه، آسانتر برگزار باشه. در صدر اسلام آسانترین کار امر ازدواج بود. متاسفانه امروز در جامعه ما سختترین کار امر ازدواج شده. از اینه های سرسام آور عروسی یکی از موانع جدی فراراه ازدواج جوانان در کشور گفته می شود. خواست اصلی تازه دامادان در این مراسم عروسی ادامه این چنین مراسم ها می باشد، زیرا با باور آنان مصارف هنگفت و عرف های ناپسند مانع اصلی سراراه جوانان برای رسیدن به آرزوهایشان که یکی از آن امر ازدواج است شده است.